بخش ترنینگ دیگه زبان اوزبکی. خب در این بخش ما میخواییم برای شما طرز و نحوه استفاده از اپلیکیشن که به خاطر ترانسکریپشن زبان اوزبکی استفاده میشه برای شما نشان بدیم. خب در ابتدا این لینک هست، از این لینک شما استفاده میکنید و این لینک را شما کپی کرده و به صفحه کلومتان پیست میکنید. وقتی پیست کردین شما را به صفحه میبره، وقتی شما را به صفحه برد، بعدا در این قسمت شما و از یوزرنیمی که براتون داده میشه ایره کپی کرده و در اینجا پیست میکنین و همچنان پسوردتان را کپی کرده در این قسمت پیست میکنین و بعد از اون لاگین میگین. وقتی لاگین میشین خب شما لاگین میشین و در این قسمت شما میبینین که تسک زبان ازبکی در این قسمت وجود داره و از این شما استفاده میکنین. بالای کلین کلیک کرده، وقتی بالا ما خویجا یک تسک دارم از خاطر مرا و تسک دیگه نمیمونه، اما ابتدا که شما میدین بالای کلین کلیک میکنین بعد از صفحه دیگه باز میشه و در اون قسمت شما بالای ریسیو کلیک میکنین، ریسیو را کلیک کردین بعد از صفحه بعدی باز میشه براتون. خب حالا ما با مای تسک رفته و از این قسمت ما میبینیم که این بخش را ما باید رویش کار بکنم. ادم با ما کانتینیو میگم، معمولا یک تاسک میباشه. خب این لود میشه، وقتی که لود شد میبینیم که این مسیج برام داده که آدیو را چی کرده، اینا انوالید انتخاب کرده، اما ما به خاطر اینکه بتونیم روی از آدیو کار بکنیم میایم از این قسمت بالای انوتیت از والید آدیو روی از کلیک میکنیم و میالی میتونیم روی از ویدیو ما کار بکنیم. خب در کل کار روی این پروگرام بسیار آسان راحت هست. در ابتدا خب دیدیم که آدیو لود شد، در این قسمت صدایی که ثبت شده هست و در این قسمت هم چیزی که در اینجا گفته شده در اینجا نوشته شده. وظیفه شما خب خالص که وظیفه رو بگین در رابطه با سافت ویر، از این قسمت شما میتونین سی با یک بخش و بخش دیگه برین، ای سیف هست و ای سابمیت هست. شما سیف وقت استفاده میکنین و تا یک قسمت آمدین کار کردین، خب مثلا آمدین تا این قسمت کار کردین بعد از اون سیف میگین تا وقتی از اینکه کاری که کردین زایه نشه یا مثلا برق میره یا اینترنت قطع میشه شما وقت نوقت بالای سیف کلیک بکنین. بعد از اون سابمیت داریم، سابمیت وقتی ما روش کلیک میکنیم که ما فایل خود را تا آخر تکمیل کرده و تمام قواعد و شرایطی که به خاطر این پروژه هست رو تطبیق کردیم و فهمیدیم مطمئن شدیم که فعلا باید پروژه خود را تسلیم بکنیم، یعنی کاری را که یعنی فایلی را که روش کار کردیم باید سابمیت شما خلاص است. بعد از اون روی سابمیت کلیک کرده و بعد از اون سابمیت میکنیم. خب در رابطه با سیو و سابمیت و در این قسمت شما میبینید حروفی که در این قسمت نوشته شده تعداد حروف رو برام نشون میده. خب در کل به خاطر این پروژه تعداد این حروف در این بخش نوشته شده از 200 باید زیاد نشه. اگر احیانا مثلا اینجا میبینیم که 126 هست، 158 هست، خب 168 و مختلف هست، اما این تعداد حروف باید در یک سگمنت از چی از 200 بیشتر نشه. از یک باندی لاین تا باندی لاین دیگه ایره یک سگمنت میگن و برش نمبر میده. خب ای نمبر 2 هست و ای 3 4 و هم قسم میبینیم که در قسمت هم 1 2 3 و 4 نوشته شده. خب وقتی روی زمین میبینیم که یک علامه لوکیشن برای ما نمایانه از این طریق میفهمم مثلا که من اگر احیانا در سگمنت 16 باشم و بخوام به سگمنت اول برم، خب راست انجام بده بالا از کلیک میکنم مرا به سگمنت اول میره، درست است؟ و همچنان اگر من فعلا سگمنت 2 3 4 5 رو میبینم، اگر بخوام که به سگمنت 71 برم روی کلیک کردم 71 میبره، درست است؟ این خب فعلا عمومیاتی که در رابطه با سافت ویر هست براتون میگم. میبینید که از این طرف هم یه چیزی هست اما نمایانه میشه به خاطر از استفاده میکنیم از این قسمت بوده کریم، درست است؟ حالا میتونیم موو بکنیم به این قسمت. خب در کل در این پروژه سگمنت هایی که گرفته میشه، سگمنت ها گرفته شده از ابتدایی وجود داره، اما بعضی ها اگر وجود نداشت با شما وجود میره ایجاد میکنه. به خاطر ایجاد سگمنت شما در ابتدا خب از این قسمت بعد شروع بکنیم. مثلا این سگمنت نیست، ما آمده اول در قسمت کلیک میکنیم، نورمال کلیک خط سوپر که نمایان شد، بعد از اون ما میتونیم از چپ کلیک هم استفاده بکنیم و بزنیم اد باندی لاینز و همچنان به خاطر آسانی و راحتی کار میتونیم اینجا کلیک بکنیم. وقتی خط سوپر دیدیم بعد از بالای دکمه اس از کیبورد کامپیوتر خود کلیک میکنیم و ایره برام میاد راحت و آسان. و از این طریق ما میتونیم باندی لاین خود را یک طرف دیگه طرف و همچنان ایره رو ایجاد کنیم و هم دلیت کنیم. به خاطر ایجاد کردن گفتیم اول باید کلیک بکنیم خط سوپر نمایان شد، بعد از اس میزنیم و به خاطر دلیت کردنش در قسمت ما کلیک میکنم و این طرف کش میکنم. ما خود میبینیم که یک صفحه خاکستری با نمایان میشه. این به این معنی هست که ما خط را انتخاب کردیم، فعلا ماشی میکنیم از کیبورد خود دکمه سی را فشار داده و ایره دلیت میکنیم، درست است؟ خب سگمنت هایی که گرفته میشه فاصله بین این دو سگمنت باید از 10 ثانیه زیاد نباشه و همچنان از 1 ثانیه کم نباشه. یعنی مثلا اگر احیانا این سگمنت در اینجا باشه و ما چطور بتونم که بفهم دیوریشن از چقدر است، بالای از کلیک میکنم اینجا برام نشون میده. ببینید اینجا من کلیک میکنم میتونم ببینم 6 ثانیه شد، درست است؟ و اینجا کلیک میکنم. سلام علیکم، دیگه خب فاصله بین ای دو باندی لاین باید از 0.1 یعنی نیم ثانیه کم نباشه و از 10 ثانیه بیشتر نباشه و همچنان که گفتیم تعداد حروف در یک سگمنت باید چی نباشه، در یک سگمنت از 200 حروف بیشتر نباشه، درست است؟ و همچنان خوبی داره که گفتیم میتونیم از یک سمت به سمت دیگه هم انتقال بدیم و در رابطه با سگمنت هم گفتیم. خب فعلا میایم روی تگ ما کار میکنیم که ما چند تگ داریم، به خاطر از او ما باید در این قسمت وقتی که ما بیایم میبینیم یک تگ نویز داریم. تگ نویز رو ما چه وقت استفاده میکنیم؟ وقتی که در جایی که میوزیک باشه، صدا قلمقال و همچنان در جایی که چیزی وجود نداره، مثلا که میبینید خط وجود داره اما این به معنی از این است ما اینجا کلیک بکنیم میره برام پلی میکنه. یک قسمت کلیک کنم میبینیم که ایپلی شده اما هیچ چیزی وجود نداره. پس ما به خاطر از اینکه ایجا ما چی میکنیم روی ای بخش ما ایجا پاک میکنم، ایجا ما کلیک میکنم، راست کلیک میکنم و از راست کلیک میجا نویز انتخاب میکنم. وقتی که میجا نویز انتخاب کردم بعد قسمت خودش نوشته شده، نیاز نیست که میره خودم مثلا کیبورد نوشته بکنم، خودش نوشته میشه، درست است؟ خب در قسمت که نویز در جای موزیک باشه، قال مقال باشه، سر صدا وجود نداشته باشه و سر صدای بیشتر وجود داشته باشه، اما چی استفاده میکنیم از نویز استفاده میکنیم، درست است؟ و بعدم خب
حالا به میشکل اشتباهی که در اینجا هست این هست که این سگمنتی که در اینجا موجود داره این فاصله اش از نیم ثانیه کمتر هست و باید دلیت شود. این وظیفه شما هم همین است، صرف میبینید چک میکنید قواعد را که براتون گفتم و را عملی میکنید و با خاطر پلی کردن این قسمت رو میبینید 4 هست، این هم 4 هست، یعنی چیزی که در اینجا گفته میشه در این قسمت 4 جناشش نمیره پلی میکنیم ببینیم که این چیز جناشش شده و آخر سلام تقطین چین یوفالی تشکر است لمای بوب زنه بیگ داتا بیگ داتا درست است. در قسمت خوب این نایس هست، میره باید دلیت بکنم، اضافه هست، هر چیزی که اضافه بود داخل از این سگمنت او را باید دلیت بکنین یا پاک بکنین. بعضی اوقات میتونین که ایره از کات بگوین کنترل ایکس بکنین و با این بخش از این مثلا ایره ما فکر بکنین که این جمله ایره که آل لغت را که در قسمت آل خود قسمت بود گفت، اما احیانا اگر نباشه ما از اینجا میگیریم انتخاب میکنیم کنترل ایکس میگیم و با بخش بعدی میگیم در بخش اولیش ما چی میکنیم میره پیس میکنیم. درست است. حالا باید ای از این قسمت شروع بکنم، اما این که فعلا قسم نیست مربوط بخش بالا میشه کنترل ایکس میگیم میره این مربوط از این میشه همین کارتون سلیکت میکنین چیزی که در یک سگمنت هست باید مشخص در همینجا باشه. بعد از اعداد اگر گفته باشه که مثلا 123 123 بعد از قسمی نوشته نمی کنین 123 123 را به حروف نوشته نمی کنین. درست است. 123 به با حروف باید نوشته شود و همچنان در رابطه با بعضی مخففاتی که استفاده میشه مثلا WFP میگه WFP شما هر لغتش را جداگانه تلفظ میکنین WF و P. خب این باید شخص نوشته شود حروفش باید بزرگ باشه W بعد از فاصله بعد از F بعد از فاصله بعد از P. درست است. به شکل نوشته میشه. اما اگر احیانا بعضی مخففات که من حیث یک گور لغت گفته میشه مثلا سیم کارت خب از حروف SIM جور شده. درست است. بعد از اون کارت شخص میشه خب اینی باید روشن باشه کارد. خب سیم را ما نمیگیم که SIM، خب از اون خاطر اینجا فاصله نمیدیم. اگر احیانا ما هر مخفف را حروفش را جداگانه تلفظ میکردیم مثلا WFP ای باید W نوشته شود فاصله داده شود بعد از F شود فاصله بعد از P. اما مخففی که من حیث یک لغت گفته میشه برای خاطر از او از فاصله استفاده نمیشه. درست است. خب ما اینا دوباره اینجا پاک میکنیم و این قسمت شما میان هر بخش را گوش میگیرین. خب این قسمت رو میان گوش میکنیم که اینی فاصلهش بسیار زیاد هست. بو یرده تریننگلر بیزنس تریننگلر هم بیزنس کورسلر بولده داد بیزنس. خب این باید از دسانی بشر نباشه در این قسمت. میبینیم که دو تا بانجلان در قسمت چسبیده میتونیم این رو موو بکنیم و بیاریم میشه اینجا به قسمت. حالا چه قسم شد؟ بو گاردروب گاردروب تا هر دایم برده مانا بو بیگ داتا بو گاردروب گاردروب تا هر دایم برده مانا به این قسمت. حالا دیلیشن شما از دسانی کمتر شد و همچنان این قسمت هم که دسانی شد اینجا هم باز بانجلان اضافه آمده ما میتونیم که انتخاب بکنیم و دلیل بکنیم و بعد رو گفتیم فاصله بین اینجا از نیم ثانیه باید بیشتر باشه، اگر کم باشه باید بانجلاین در اینجا وجود داشته باشه. برای فعلا بانجلاین هم که نیاز نیست برای باید از اینجا دلیش بکنه تا همین چیزها هست. باید دلیل بکنین، منظمش کنین و بعد از اون فکر بکنین خب فکر نه فعلا که هم خانم در اینجا صحبت میکنه. اگر احیانا از در بین یک سگمنت زن و مرد هر دوشون صحبت میکردی باید جداشون. مثلا از اینجا تو اینجا خانم صحبت میکنه. میگه چی میگه از اینجا تو اینجا خانم شد بعد از این مرد صحبت میکردی باید دی بخش بخش مرد شد. یعنی مقصد از این هست که در یک داخل یک سگمنت دو نفر باید صحبت نکنه. اگر مرد باشه از زن باشه در یک سگمنت باید یک نفر باشه صحبت یک نفر باشه. درست است. خب حالا که خب خانم هست یک خانم هست صحبت میکنه پس دلیت میکنیم و این قسم پیش آمده. خب این قسمت رو میبینیم چک میکنیم اینجا میام روی از کلیک میکنم بیزنس ترینر لو چون اولانه کماندر. خب یعنی چیزی که حالا اینجا میگه دار چون و بیزنس ترینر کماندرسه و تشکیلات چلو چون الاخده خانه بار الاخده خانه کرشتان آلدن مزن کچک مثلا حالا یک از 11 ثانیه هست ما میریم کوچکش میکنیم تا به قسمت. حالا چقدر است؟ حالا گوش میکنیم چون اینو تا به قسمت بود یعنی بعضی نوشایی که حالا به قسمت اومده این باید ذکر بکنیم و به بخش دیگه اش دیگه بریم که اینجا میشه. درست است. اینو گوش میکنیم که تا کجا ما اینجا گفتم میشه کماندلار چون و بیزنس ترینر بیزنس ترینر چون اونا کماندلار چون و بیزنس ترینر کماندرسه و تشکیلات چلو چون الاخده خانه بار الاخده خانه کرشتان آلدن میزن آلده بزنه. درست است. تا به این قسمت گفت اینی باز مربوط به دیگه اش میشه. اینجا من میگیرم که انتخابش میکنم کنترل ایکس میگم کاتش میکنم و در ابتدای از اینجا پیستش میکنم. درست است. در این قسمت هم دارم پیست میکنم فاصله میگم حالا کیچکی من بیت تکنیک خونم دیگه فلان چه خرمم. درست شد. خب حالا به این قسمت این حال درست شد. حالا میایم به بخش دیگه. حالا ببینیم که در این قسمت هم بعد خب اینا تخته تخته من سگ اینت نرسن کورس بوله من صحنه 2 تا مانیتور کردیله. درست شد. خب این درست است. بچا اینجا میبینیم خب این خام که میوزیک هست و یا ایرا آدیش میوزیک هست ما باید دلیت بکنم. خب این 19 شد. حالا این نویز را از اینجا پاک میکنیم میوزیک شد. درست است. وقت میوزیک از ایتگ استفاده میشه و همچنان حالا به بخش بعدی کوردیله اند کوردیله کوردیله اند کوردیله. خب ایرا گفت و در قسمت این بانجی لاینی که هست یه اضافه هست ایرا باید ما دلیت بکنیم و خوش میکنیم دلیتش بکنیم. درست است. حالا میایم به بخش بعدی بخش بعدی من مامت تیپ ده یعنی کیت تیپ ده مانیتور بار و مونتاژ ده کوور اسنده کالون نان ارکاسته یعنی کیت مانیتور بار مانیتور تو داخل گفت. درست است. خب مشخص هست واضح صاف بو همه مانیتورلارمون سینکرون اشلیده اند سینکرون میبینیم که از 10 ثانیه بیشتر هست ما ایره کم میسازیم. خب ایره میاریم به این قسمت. بو همه مانیتورلارمون سینکرون اشلیده بو همه مانیتورلارمون سینکرون اشلیده اند سینکرون بعضی اینسانلگه عادی تویلوش ممکن لیکن بو سینکرون دوستدن اوزا متخصیصله کرشگه. خب اینجا گفت یعنی این قسمتی که اینجا گفته شده ای باید از اینجا کات شود. درست است. کنترل ایکس و او سینخرون و او سینخرون در این قسمت گفت
نازین خواب شده ای باید پاک شود چون حالا اشتباه شد ای پاک شود و در جای چیزی که از بالا مکر کردم باید در ایجا نوشته شود و او سینخرون من شو تکنیک خانه قلی بوله بودت بیاد درست است؟ پورت با آواز کمول جلنگان حالا ای هم دیدیم که نیاز به ای سگمنت ایجا نیست ای را ما پاک میکنیم از ایجا و همچنان ای سگمنت که در اینجا هست ای را هم ما پاک میکنیم و او سینخرون من شو تکنیک خانه قلی خب قسمت پایینی را نایز انتخاب کرده و از خاطر تگ ایجا آمده ای را ما باید نایز از ایجا پاک بکنیم و او سینخرون من شو تکنیک خانه قلی بوله بودت بیاد بیاد درست است تو به قسمت گفت خب ایجا ببینیم اگر ای خالیگا از یک ثانیه پوت بو آواز اینجا ببینیم که ای خالیگا پوت بو آواز کمول جلا از نیم ثانیه زیاد هست ایجا ما چی میکنیم ای باید نایز انتخاب شود درست است خب چی میکنیم ای خب ما اون نشسته ای رکت میگیم میرم به بخش پایین نشسته ایجا و بعد در این قسمت ما چک کلیک کردیم و نایز انتخاب میکنیم حالا 24 نایز شد حالا جمله ای که از بالا ایجا آورده بودیم باید ایجا بگویم درست پوت بو آواز کمول جلا گن بو سویت کمول جلا گن پوت منو بو یرده بوسه یعنی میکروفون نمیز پریومیکلاره درست است خب در این قسمت هم اگر شما ببینید فاصله که در اینجا هست از یک ثانیه بیشتر هست درست است نایز است خب ایرم باید جکت بگیم بیاریمش به پایین و در این قسمت هم ما از چی استفاده بکنیم از نایز استفاده بکنیم کار بسیار آسان است بسیار به سرعت میتونید شما کارتان را ادامه بدین و به پیش ببرین من مامت تیپ ده یعنی کی تیپ ده بانی تور باز و مونتاژ ده قوار اسله کالونن آرقاسته یعنی کی تیپ مانیتور بار درست است خب حالا میایم به بخش بعدی بو همه مانیتورلارمز سینخرون ishlaydi endi سینخرون بعضی انسانلارغا عادی تویلشی ممکن لیکن بو سینخرون ustidan uzoq mutaxassislar kurashgan درست است از دستان یک کمتر هست چیزی را که گفته دارم اینجا هست مشخص هست میایم به بخش بعدی و او سینخرون من شو تکنیک خانه قلی بوله بودت بیاد درست است اینجا میبینیم که نایز انتخاب شده بخیر مشخص هست از یک ثانیه بیشتر هست هیچ مشکلی نیست میایم به بخش بعدی پولت بو آواز کوم مولجلنگان بو سویت کوم مولجلنگان پولت منو بو یرده بوسه یعنی میکروفون نمیز پریومیکلاره درست قسمت بیس ششم که نایز هست حالا میایم به بخش قایسی برگه در روچنوی منو بونسیگه پیتلیچکا بونسیگه هم روچنو میکروفون ولنده منو بو کامپیوتر ارقالی 6 تا مانیتور برابرگه سینخرون باشقاریلاده درست من خدمت خوب پیش میام مریم منم اشتراک رفیق میگم فایت کیگنده خب گنده خب صدا تا اینجا هست بعد از این صدا نشیدم میام یکم نزدیک میسازیم به این شکل باشه یک قسمت هم که نایز است اون نایز خوب شده برش اینجا ببینیم این در مدیم از همه نشلا دم که از صحبت از این قسمت شروع میشه اینا هم برای از این نزدیک میسازیم به این شکل باید باشه این در مدیم از همه نشلا دم حالا این قسمت هم که نایز تا یعنی صحبت تا این قسمت هست و اینجا هم از اینجا شروع میشه اینجا میتونیم نزدیک ازی بسازیم درست است 31 را نایز انتخاب شده که درست است این درمدیم از خمان اشلتم ببینیم چی میگه این درمدیم از خمان اشلتم این درمدیم از خمان اشلتم ها درست است به هر شکل باید باشه درست بعد از میگم یوریلا مسئله میتینگ روم میزه کورس تمام میتینگ روم یک تا جایدن کرسه بولاده درست است این تا به قسمت میگه و ببینیم که اینجا چی میگه صدا چیز صحبت نمیکنه درست است از یک ثانیه از نیم ثانیه بیشتر هست وی باید نایز انتخاب شود که نایز انتخاب شدگی هست میایم به بخش بعدی یوریل اساسی کرش کورسی اول میبینید که 11 ثانیه خب بیشتر هست اول ایران نزدیک میسازین تا ببینید که یوریل اساسی کرش کورسی لوک کیسی گیم برگری بزاوگه چیک کلامس یوریل ها آتیان چی بوب زان مینی تو خانمزه بو یرده ایلاج بارچه کتابلار بلن بایچ حالا گوش میکنین یوریل اساسی کرش کورسی لوک کیسی گیم برگری بزاوگه چیک کلامس یوریل به میشه که شما کارتان ادامه میدین بعد تا آخر خب وقت نوبت شما سیو بگین اینجا میگه که مشکل داره چی مشکل داره خب کدام قسمت خالی هست ما باید را مشخص بسازیم که کدام قسمت خالی هست چون ما را بسیف کردن نمیگذاره درست هست؟ نه این قسمت خالی هست ببینیم این قسمت چی هست؟ نایز هست این انتخاب کرده و ما نایز میگیریم درست هست؟ و همچنان قسمی که گفته میشه چیزی را که شما میشنوید همون چیزی را باید نوشته بکنین شما کدام لغت از خودتان نوشته نمیکنین کدام لغت را شما پاک نمیکنین یعنی اگر که باشه مقصدی هست چیزی که هست چیزی که میشنوید باید نوشته باشه چیزی از خود پاک کرده نمیتونین و چیزی که خود هم نوشته کرده نمیتونین شما وقتی که سگمنتیشن میگیرین وقتی که شما سگمنت میکنین شما نمیتونین مثلا یک لغت را شما نیم بسازین مثلا نیم لغت را در این سگمنت بگویین نیم لغت را در این سگمنت بگویین لغت باید واضح باشه مکمل باشه شما مثلا این لغت را نیمش را که دی طرف میان نیمش را در طرف میان اقسمی نکنین اگر مثلا احیانا دیدین که از دسانیه بیشتر بود باز شما گفتین خب باید این طرف بیارم که از دسانیه بیشتر نباشه و به خاطر اینکه اگر لغت نیم میشد باز بیخی اما لغت را بیارین که کلش به یک طرف شوه یعنی لغت باید نیمش این طرف و نیمش به اون طرف نباشه کلش باید در یک سگمنت باشه و همچنان یک سگمنت برای یک شخص صدای دو شخص باید داخل یک سگمنت نباشه باید جدا شوه و تگ نویز را شما وقت استفاده میکنین که در اونجا میوت هیچ صدا وجود نداشته باشه نویز باشه میوزیک باشه خواندن باشه سلفه باشه خنده باشه و بدون زبان انگلیسی دیگه زبان ها استفاده شده باشه در وقت شما از تگ نویز استفاده میکنین مثلا از جتا بیج شخص صحبت میکنه و ازبکی صحبت نمیکنه کدام چیز دیگه میگه کدام زبان دیگه میگه و در این قسمت شما ایر انتخاب میکنین از جتا بیج ازبکی نگفته کدام زبان دیگه گفته ایر انتخاب میکنین سگمنت میکنین و در اینجا مین برش تگ استفاده میکنین مثلا احیانا تو فرض میکنین که در این قسمت از اینجا تا به اینجا نفر انگلیسی صحبت میکنه ازبکی صحبت نمیکنه اول میام کلیک میکنم باندی لاین میگیرم و در اینجا هم کلیک میکنم باندی لاین میگیرم خب حالا این قسمت را چون ازبکی نیست ما اینجا آمده چون دو هست جمعیت بخش دو هم چپ کلیک میکنم و از چپ کلیک من نایز انتخاب میکنم یعنی اگر بدون زبان ازبکی کنم زبان دیگه بود اون شما نایز انتخاب میکنین حالا فعلا اینو پاک میکنین این قسمت و سیر فشار داده پاک میشه درست است
و در اول نوشته و در آخر نوشته باید فاصله وجود نداشته باشه. مثلا در این قسمت وقتی که من نوشته میکنم تو اینجا ما باید فاصله نداریم، یعنی فاصله باید در این قسمت نباشه، و همچنان در اولی که من شروع میکنم در این قسمت یعنی فاصله وجود داره، درست؟ یعنی فاصله باید وجود نداشته باشه. اما اگر احیانا وقتی نوشته میکنین کاما میتیم، بعد از کاما باید فاصله وجود داشته. مثلا در این قسمت من نوشته کردم، اینجا هم ببینین که فاصله اضافی وجود داره، این فاصله هم باید در نباشه. اما اگر جمع کاما دادم، بعد از این باید این فاصله وجود داشته باشه، چون قواعد گرامری اینچنین میگه. و همیشه اولین لغت جمله را شما باید به حرف بزرگ نوشته بکنین. مثلا اینجا اگر نقطه گذاشته شده بود، این نقطه بود، اینی باید باز چی شود؟ به حرف تی کلان باید آغاز شود، درست است؟ به این شکل. خب حالا فینیش دوباره پاک میکنیم، و همچنان اسم های جای مکان و اشخاص به حرف بزرگ نوشته میشه. و از علائم گرامری شما خب بعضی علائم هست که باید استفاده بکنید. مثلا بعضی علامات هست فیصدی را از علامه استفاده نمیکنین. علامه خب وقتی میگیم که دلار میشه، از علامه دلار استفاده نمیکنین، از علامه ادریت استفاده نمیکنین. خب از نمبر های خب رومن و اینا هم استفاده نمیشه، و از اینا هم استفاده نمیشه. مثلا اگر دلار بود باید دلار نوشته شود، اگر ادساین بود ای باید فیصدی باشد، پرسنت از ای باید استفاده بشه شود. و همچنان حروف گفتیم که اعداد باید نباشه. مثلا اگر بگیم که 2017 در 2017 باید شخص نوشته شود، به حروف باید نوشته شود نه به اعداد. از نوشتن اعداد جلوگیری میکنیم. اگر میگین که من 23 ساله هستم، 23 را به حروف نوشته میکنیم، 23 به یا اس سینتی و قسمی به حروف نوشته میشه. و قسمی که گفتیم شما صرف زبان ازبکی را که میشنوین صرف زبان ازبکی را باید بگذارید. اگر مثلا احیانا زبان ازبکی نباشه، از قسمت قسمت کدام زبان دیگر گفته بود، در شما انتخاب میکنین و نایت میگیره میشه. خب اگر احیانا شما میایین باز میکنین این فایل، نه نوشته داره و نه هم از این خطا داره. در قسمت شما چی میکنین؟ در قسمت شما همین ویدیو را به سه بخش تقسیم میکنین. به سه بخش تقسیم میکنین. بخش اولش را شما چی میکنین؟ If the data does not have original word lines or text، اگر هم لاین ها و نوشته را نداشت، you should divide the audio into three segments. به سه بخش را تقسیم میکنین و تمام آدیو را به سه بخش تقسیم میکنین. Mark each segment as noise، save، annotate از invalid data and submit. خب شما چی میکنین؟ میایین ایرا کل آدیو را به سه بخش تقسیم میکنین، مثلا یک بخش، بعد از اون میرین دو بخش و همچنان سه بخش ایرا شما تقسیم کردین. بعد از تقسیم ازی شما چی میکنین؟ از market each segment as noise، هر سگمنت را نویز انتخاب میکنین، درست است؟ این سگمنت اول هم میایین اینجا، مثلا این سه سگمنت شد ویدیو ما یا می آدیو ما شد سه سگمنت شد، یک سگمنت، دو سگمنت، سه سگمنت دیگه خوب نیست. او اینجا میایین اولش چی میکنین؟ نویز انتخاب میکنین خودش را، و بعد از او سیو میگین. وقتی که سیو گفتین، بعد از او انوتیت از انوالید دیتا ایر میگین، و بعد از او سابمیت میگین. فهمیدن شد؟ پنکچویشن هم علائم گرامری، شما میتونین از کاما استفاده بکنین، از نقطه استفاده بکنین، سوالیه، علامه ندایه، هایفن و همچنان از اپاسترافی شما میتونین استفاده بکنین. بدون از این کدام علامه دیگه شما استفاده نمیکنین. اما احیانا مثلا اگر یک شخص صحبت میکنه جملهش تکمیل شود، بعد از او باز نقطه میگذاریم، درست است؟ اما اگر یک شخص در حال صحبت کردن است و شخص دیگه میگه بله، باز در قسمت در آخر جمله ناتکمیل شده از نقطه استفاده نمیشه. اگر احیانا بعضی اوقات یک شخص صحبت میکنه و واضح هم صحبت میکنه ما نمیفهمیم، باید کوشش بکنیم قدر بفهمانیم. اما اگر باز نفهمیدیم، باز رو انتخاب میکنیم و نویز میدیم. مثلا یک شخص هست اینجا صحبت میکنه، واضح هم صحبت میکنه اما باز هم نمیفهمیم که چی میگه، خب اینو انتخابش میکنیم. بخش 21 من ما متتی پد، یعنی کی تتی دوانی تور باز، و مثلا دیدیم که خب حالا فهمیده میشه که چی میگه، اما این واضح هم هست اما باز هم نمیفهمیم. باز میگم قسمت 21 را اینجا راست کلیک کرده و نویز رو انتخاب میکنیم. اما اول باید کوشش کنیم که بفهمیم خدا، اگر نفهمیدیم باز نویز رو انتخاب میکنیم. خب اگر احیانا یک شخص صحبت میکنه و در این شخص یک وقت کوتاه یک شخص دیگه هم صحبت میکنه، یعنی مداخله صورت میگیره، اگر ببینیم که صدایشان سر یکی دیگه نمیآید، بازور اون شما به گونه نرمال نوشته بکنیم. اما اگر با امی صدا با گونه بسیار موقت، یعنی به یک زمان بسیار کم بالا یکی دیگه میآید، باز در اون وقت شما چی میکنین؟ مثلا من صحبت میکنم، اسم من هست، باز این وقت خود صحبت میکنی خوب هست، و امی خوب را باز ما چی میکنیم؟ جدا نوشته میکنیم، برش سگمنت علایده میگیریم، بعد از خوب نوشته میکنیم، و بعد از با سگمنت یا آنلاین میگیریم، باز ما جمله خود را تکمیل میکنم، درست است؟ مثلا ایجا گفته my name is، ایجا باز شخص دیگه اوکی گفته، یعنی قسمت باید انتو شوه. اما ایجا برکن نشان بتون، مثلا در این قسمت ایجا شخص هست صحبت میکنه، درست است؟ میگه که چی هست؟ نام من. اینجا باز یک نفر دیگه چی گفته؟ گپ زد. باز ما باید اینجا خودم گفتم تو ویژه نام من. باز اینجا صدای نفر دیگه است. اینجا ما باید بله از اون نفر آمد و در قسمت هم که من شد، بعد از اون باز بخش دیگه چی میکنم؟ من جمله خود را تکمیل میکنم. یعنی همون بخشی است که صدای دو نفر باید در یک سگمنت نباشه، جداگانه باید باشه. اما اگر احیانا خب تلفظ قسمی بود که صدا بالا یکی دیگه می آمد و از صدا کدام مطلب گرفته نمیشد، کدام معنا گرفته نمیشد، خب در این وقت شما چی میکنین؟
اما اگر احیانا دیدیم که بیشتر بود باز در بخش اول ما نوشتم مثلا ماینیم باز یک قسمت باید از نقطه استفاده بکنیم پیشتر که استفاده نکردیم باید از نقطه استفاده بکنیم و بعد از او که امو سگمنت لاین رو میگیریم یا باندری لاین رو میگیریم و در این قسمت ما چی میکنیم از اینی دو علامه استفاده میکنیم اگر دیدیم که احیانا زیاد صدا بالا یکدیگر میامد باید در صورت قسمی استفاده شد خب این مراحل کاما است که در کجا باید ما کاما استفاده بکنیم شما میفهمید که کاما باید کجا استفاده میشه یک چیزی مشخص دیگه که شما باید استفاده بکنید مثلا برای شما گفتم میشه که در آریو گفته که این پروژه باید در 23 روز تکمیل شود شما اینو نوشته میکنید که این پروژه در 23 روز باید تکمیل شود بعد از او از این دو خط استفاده میکنید و بعد از او باز عمو چیز را نوشته میکنید اما 23 روز را که به حروف نوشته کرده بودین او را به چی نوشته میکنید و اعداد هم نوشته میکنید خب بعض اشتباهاتی که استفاده صورت میگیره اینا ما اجازه مرور میکنیم که از روی اشتباهات باید جلوگیری شود لاینی که یا باندی لاین باید نزدیک باشه یعنی دور نباشه به فاصله که هست باید دور نباشه نزدیک از این باشه به این شکل باشه ببینید نزدیک باشه اقسام لاین هایی که پیشتر هم کار کردیم دو تا پاپ دو پاپ که صورت یعنی فاصله بینش از نیم ثانیه کمتر باشه از این هم باید جلوگیری صورت بگیره مثلا این باید یکیش در اینجا می بود یکیش در اینجا می بود و چند تا نویزی که مثلا شما علی دلایل گرفتین نتیجه تو جنام نویز گرفتین بازی رو نویز گرفتین رم نویز گرفتین نیاز نیست که هر کدامش نویز گرفته یا کلش باید دلیت شوه از اینجا تا به اینجا این کلش این نویزا یکی بیه درست است یعنی مثلا نتیجه تو بجا نویز است باز هم نویز است باز هم نویز است نیاز نیست که علی دلایل تقسیمش کنین ایران پاک کنین ایران پاک کنین نتیجه تو بجا کلش را یک نویز بگیرین همکاران عزیز تشکر از اینکه با ما بیننده بودین تا آخر امید همه چیز براتون واضح بوده باشه اگر احیانا باز هم پرسش یا سوالی باقی مانده باشه میتونین با ما از طریق گروپی که هستین دسترسی پیدا بکنین و سوالتون رو پرسان بکنین مطرح بکنین و یا اگر با گروپ با ما نیستین میتونین شما کمنت بگذارین تا ما از طریق کمنت به شما رسیدگی بکنیم و در آخر لطفا لایک سابسکرایب و شیر فراموش نشه تشکر